همکارم علی حسین قاضی زاده اینجاست در استودیو همراه ما برای بررسی بیشتر همین اخباری که از دیروز می‌بینیم. بعد از اینکه حماس تکذیب کرد ادعای سخنگوی سپاه رو مبنی بر اینکه گفته بود حمله حماس به اسرائیل بخشی از انتقام گیری از قاسم سلیمانی، شاهد توضیحات مکرر مقامات سپاه پاسداران نظامی امنیتی هستیم. به نظر تو اینها نشانه از تغییری یا اتفاق خاصی افتاده در جبهه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی؟ بله، به وضوح بین جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در واقع اختلافاتی در حال شکل‌گیری هست. حماس انتظار حضور پررنگ‌تری رو از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در جنگ غزه داشته. حالا به لحاظ سیاسی دارن شاید حمایت می‌کنن، اما به لحاظ نظامی یا ورود نکردن به این جنگ جمهوری اسلامی، یا اگر هم ورود کردن خیلی محدود هست. عملاً به گونه ای نیست که به طور سرنوشت جنگ بخواد اثر خیلی جدی بذاره. طبیعتاً دلخوری ها وجود داره و چنین جای خودشو نشون میده. سخنگو رو برای نهاد میذارن که بیاد مواضع اون نهاد رو توضیح بده، نه اینکه یه فرمانده بیاد حالا مواضع سخنگو رو توضیح بده. این دیگه خیلی مضحک است. این اظهار نظر، واکنش و بعد توضیحات مکرر نشون از اختلافات بزرگتری در اون پشت سر داره که به نظر من در روزهای آینده مشهودتر هم خواهد شد، از اون جهت که جمهوری اسلامی و این گروه‌های نیابتی تحت فشار قرار می‌گیرند. اون افسانه جبهه مقاومت دیگه باطل شده دیگه، یعنی جبهه مقاومت رو شکل برای چه روز ساخته بودن که اگر چه درگیری صورت بگیره از جهات مختلف بتونن وارد جنگ بشن، ولی عملا می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. اون ترس واکنش بزرگ از اسرائیل و آمریکا باعث شده که در واقع اکثر این گروه‌ها عقب نشینی کنن، به شکل محدود در واقع برخی از این گروه‌ها درگیری شدن که در واقع حماس انتظار چنین حمایت کمرنگی رو نداشت. گفتی عملا چه اتفاقی نیفتاده، داریم میبینیم که حتی در صحبت، در ظاهر، در کلام و گفتار هم اونقدر بین اینها هماهنگی وجود نداره. امروز هم فرمانده سپاه گفته بود انتقام رضی موسوی چیزی جز نابودی اسرائیل نیست، یک در واقع اون حرف کلی که همیشه میگفتن رو به نوعی تکرار کرده. بله، گفته چیزی جز نابودی اسرائیل نیست، اون رو هم به خدا واگذار کرده، یعنی که امیدوارم خدا این رو از بین ببره. دیگه نشون میده که عملا سنگ بزرگ علامت نزدن است دیگه، در چنین شرایطی که یک فرمانده ارشد شما رو خیلی صریح مشخص با سه موشک هدف قرار گرفتن که هیچ عاملی غیر از اسرائیل نمیتونست این کار رو کرده باشه، شما باید متناسب با اون بگید من چه عمل کردی رو. همونجوری که در مورد سلیمانی اظهار نظر حداقل کردن، انتقام سخت میگیریم، اینجا همون رو هم نمیکنن. این کاملا نشون میده که در واقع دست‌های بسته جمهوری اسلامی و این جبهه مقاومت در مواجهه با دشمنی که نشون داده مقتدر و سرسخت است، یعنی اسرائیل مماشات نمی‌کنه. اگر شما بخواهی مثلا مثل آمریکا سیاست ورزی نمی‌کنه، اگر شما بخواهی منافع این کشور رو حداقل در داخل مرزهای اسرائیل تهدید کنی، خیلی قاطع و سخت برخورد می‌کنه. به همین خاطر این بار دست به عصاتر صحبت می‌کنند و از این حرف‌های کلی‌گویی که معمولاً مشخصه که هیچ وقت هم اجرایی نخواهد شد. متشکرم از حضورت و توضیحاتت اینجا در استودیو، همکارم علی حسین قاضی‌زاده.